از همون اول همه چیز جلوی چشمامون بود همه چیز که نه ولی بخش زیادیش با اینکه همه ویدیوهای آرمیتا گراوند و که از تلویزیون حکومتی پخش شده بود و تماشا و به تناقضاش به درستی اشاره کرده بودند اما هیچ کس نتونسته بود اون لحظه ای که برخورد فیزیکی و یا کلامی اتفاق میفته رو ببینه چون جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود که اون لحظات رو از چشمهای ما پنهون کنه اون لحظه دقیقا اینجا اتفاق میافته اینجا ماجرا از اینجا شروع شد که روز یک شنبه خبری منتشر شد که دختر بچه 16 ساله ای به خاطر نداشتن مغنعه باهاش برخورد میشه بیهوش میشه و به بیمارستان منتقل میشه خبر عجیب دوم بازداشت خبرنگاری بود که برای تهیه خبر به بیمارستان رفته در حالی که ما هنوز اسم دختر رو نمیدونستیم خبرگزاری حکومتی ویدیویی پخش کرد که بدون اشاره به اسم اون دختر تمام اخبار و مخصوصا برخورد هجاببان بانها با اون رو رد کرد توی فیلم ها هیچ نوع درگیری لفظی فیزیکی بین سایر مسافران و حتی عوامل ما هیچ چیزی وجود نداره و به هیچ عنوان همچین چیزی ثبت و ضبط نشد اولین بار سازمان حقوق بشری هنگاف بود که ما رو با اسم آرمیتا گراوند آشنا کرد کمی بعد عکس آرمیتا که روی تخت بیمارستان بود لوله تنفسی داشت و روی سرش هم پانسمان شده بود منتشر شد عکسی که خبرهای قبلی یعنی در کما بودن آرمیتا و ضربه به سرش رو تایید کرد در چند روزی که گذشت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام خبرها، ویدیوها و مصاحبه هایی که درست کرده بود تمام تلاشش رو کرد تا ما مردم رو دروغگو جلوه بده. مثل خبرهایی که برای هواپیمای اوکراینی درست کرد. ویدیویی که جمهوری اسلامی درست کرده بود پر از تناقض بود پر از دروغ پر از دقایق حذف شده پر از مصاحبه های اجباری از ویدیوی دوربین مداربسته داخل واگن خبری نبود چون مدعی شدند که واگن فاقد دوربین بودند اما فقط دوربین های داخل واگن نیست که حقیقت را نشان دهد. اولین ویدیو پخش شده بسیار کوتاه و فقط لحظه ورود معموران اورژانس رو نشون می میده. ویدیو دوم اما کامل تر بود و ادعا می شد که از لحظه ورود آرمیتا به مترو تا لحظه حادثه رو نشون میده. ادعایی که میدونیم درست نبود. این ویدیو رو یکی از دوستان با کمک هوش مصنوعی و ابزاری که ویدیو کلورایزر نام داره تونسته رنگی کنه. با توجه به دستکاری ویدیو توسط حکومت رنگامیزی به بهترین شکل انجام نشد اما همین یکم رنگی شدن ویدیو هم کمک میکنه که جزئیات رو بهتر ببینیم توی ویدیوی مربوط به سکوی مقابل آرمیتا و دوستانش اینجا نشستند این خانم با منتوی سفید رنگ به جلوی آینه راننده مترو میره و اونجا شروع میکنه به آرش کردن اما وقتی مترو دوم میرسه و دوربین عوض میشه خبری از اون خانم نیست اینجا دقیقا همینجاست که اون اتفاق میفته همینجا متوجه شدین به این افراد دقت کنید سه نفر از این افراد در حال نگاه کردن به این سمت هستند انگار که اونجا اتفاقی افتاده یک نفر از اونها در حال پیاده شدنه که طبیعیه اون دو نفر دیگه که در حال سوار شدن هستند چرا به عقب نگاه میکنن درست پشت این تابلو فردی چادری در حال تذکر دادن و یا برخورد با آرمیتا و دوستانش است. و حالا اینجا را نگاه کنید. انگار که فرد محجبه دوم با دست به فرد اول اشاره میکنه انگار که داره میگه بیا بریم ولشون کن دیدید حتی وقتی آرمیتا و دوستاش وارد کادر به تصویر میشن انگار دارن به اون خانم نگاه میکنن که ببینن وارد واگن میشه یا نه خانم محجبه سومی هم که اینجا هست توجهش جلب شده ولی قبل از آرمیتا و دوستاش سوار واگن میشه اینجا هنوز مترو اول نیومده. این خانم رو نگاه کنید این خانم میاد و یه دور میزنه و میسته قبل از ورود مترو اول یه خانم دیگه هم میاد و کنارش میسته مترو میرسه و حرکت میکنه ولی اون دو خانم هنوز نشستن خانم سومی هم میرسه و روی آخرین صندلی نزدیک به در آخر مترو میشینه. خانم مانتو سفیدو هم که یادتون هست. میاد آرایش میکنه و میره. دقیقا همینجاست که مترو دوم میرسه. این بار که دوربین عوض میشه ما صحنه بیشتری رو داریم. ببینید خانم مانتو سفید داره به اون سمت حرکت میکنه. وقتی مترو میرسه دو خانم چادری به سمت واگن حرکت میکنن و لبه ایستگاه میستن. بعد یکیشون به سمت آرمیتا و دوستاش حرکت میکنه. همزمان میبینیم که توجه بقیه به این صحنه جلب میشه. و بعد خانم ارشادگر وقتی که همراه معجبش صداش میزنه به سمت مترو حرکت میکنه. خانم چادری سوم تمام این اتفاقات رو لحظه به لحظه میبینه و قبل از سوار شدن آرمیتا و دوستاش سوار مترو میشه و بعد بقیهش رو هممون میدونه. حالا سوالاتی که پیش میاد این هست. آیا برخورد فیزیکی در پشت این تابلو رخ داد؟ آیا دو شخص محجبهی که وارد واگن میشن افرادی هستند که آرمیتا رو به بیرون هل میدن؟ آیا این شخص سوم هست که نظارگر تمام اتفاقات بوده و آتش به اختیار وارد عمل میشه و آرمیتا رو حل میده؟ و یا فرد چهارمی هست که سوار واگن بوده و با ورود آرمیتا و دوستاش و پس از توجه به ادامه بحث آرمیتا با سه فرد محجبه با او برخورد میکنه جمهوری اسلامی به ما گفته که در واگن ها دوربینی وجود نداره اما در هر ایستگاه مترو ده ها دوربین مدار بسته وجود داره اما تمام تصاویری که تا به حال منتشر شده تصاویر مربوط به دو دوربین هست که هم کیفیتشون دستکاری شده و هم زمانشون و یکیشون هم که کاملا پشت آینه قرار داره قبل از اینکه به شما عزیزان نشون بدیم که مجرم همیشه به صحنه جرم برمیگرده توجه شما رو به ویدیویی جلب می کنیم که صدا و سیما در اون فایل تماس یکی از کارکنان مترو با اورژانس تهران رو منتشر کرد. ما این فایل رو هم بررسی کردیم که از نظر کارشناسان ادیت فایل صوتی کاملا دستکاری شده و سپس پخش شده. اما برای طولانی نشدن ویدیو ما از بررسی اون فایل صوتی میگذریم. حالا بریم سراغ مجرمانی که به صحنه جرم برمیگردن. طبق گزارش روزنامه گاردین و صحبتهایی که با یک شاهد عینی انجام داده زنی که آرمیتا رو هل داده در هنگام سوار کردن آرمیتا به آمبولانس در اطراف آمبولانس حضور داشته. و طبق گزارش ایران وایر و صحبت با یک شاهد عینی دیگه فردی که آرمیتا رو هل داده در مترو مانده کمی قر زده و بعد پیاده شده این دوگانگی در روایت باعث زیر سوال بردن گزارش ها توسط اکانت های طرفدار حکومت شده اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که ما زمانی که به تک تک ثانیه های این فیلم ها نگاه می و برای سلامتی آرمیتا دعا می کردیم مجرمین به صحنه جرم برگشته بودند سکوی مقابل رو نگاه کنید سه نفر ایستادهاند. به نظر میرسه که یکی از اونها داره کل قضیه رو برای نفر دیگه تعریف میکنه و درست همون لحظه سومین نفر متوجه دوربین مداربسته میشه و دوربین رو به بقیه نشون میده وقتی که پزشکان اورژانس آرمیتا رو از مترو خارج میکنند شخص سوم که پوششش شبیه پوششی است که شاهد عینی ایران وایر تعریف کرده و به نظر خیلی مسترب میرسه به دنبالشون حرکت میکنه و از سمت دیگه خارج میشه پس هر دو روایت درست هستند زارب در مترو باقی مانده قر زده و در ایستگاه بعد پیاده شده و با تغییر مسیر به محل حادثه برگشته و از سکوی مقابل کودکی رو که در حال احیا شدن هست نگاه میکنه ما همچنان سوالات زیادی داریم چرا در عصر تکنولوژی هیچ عکس و خبری از خانواده آرمیتا بیرون نمیاد؟ چرا خبرنگار بازداشت شد؟ چرا جو بیمارستان امنیتی شده؟ چرا مادر آرمیتا بازداشت شد؟ چرا دوستان آرمیتا روز اول چند ساعت در بازداشت بودند؟ چرا از دوربین های دیگه مستقر در سکوی مترو ویدیوی بیرون ندادند؟ چرا همکلاسی های آرمیتا تهدید شدند؟ چرا در هنگام انتقال آرمیتا به آمبولانس یک معمور امنیتی اونها رو بدرقه می کنید؟ دقت کنید رهگذرهای کنجکا و هل میده. ما جواب رو نمیدونیم اما میدونیم که جمهوری اسلامی دروغگوست. میدونیم که محسا امینی در اسارت جمهوری اسلامی جونش را از دست داد. میدونیم که برای اثبات نکشتن محسا امینی حکومت بیش از 500 نفر دیگر رو به خاک و خون کشید. و میدونیم که یک کودک دیگر در کماست.